پلیس سوئد روز چهارشنبه برای دو نفر به قصد اهانت به قرآن در مقابل مسجد اصلی استکهلم مجوز صادر نموده و همچنین اهانت کنندگان را تحت پوشش امنیتی قرار داد. گفته می شود این فرد سیلوان مومیکا 37 ساله اصالتاً عراقی است و قبلاً گروه نیروهای هشت شعبی مسیحی را در عراق رهبری می کرده است. این فرد پس از جدایی از این گروه به سوئد پناهنده شده است. مقتدا صدر با انتشار پیامی در رسانه‌های اجتماعی نسبت به اهانت به قرآن کریم در سوئد واکنش نشان داد و مردم عراق را به تجمع اعتراضی مقابل سفارت سوئد در بغداد فراخوانده و خواستار اخراج سفیر این کشور شد. در پاسخ به دعوت مقتدا صدر، تعدادی از مردم بغداد ضمن برگزاری تجمع اعتراضی طی ساعاتی به سفارت سوئد در بغداد حمله ور شدند. در پی اقدام موهن سیلوان مومیکا، کشورهای از جمله ترکیه، پاکستان، یمن، اردن، عربستان، سوریه، مصر، لبنان، بحرین، امارات، ایران، عراق، مراکش و کویت طی بیانیه‌های این اقدام را محکوم کردند. همچنین برخی از نهادهای بین المللی و تعدادی از مقامهای کشورهای مختلف هم به این حادثه واکنش نشان دادند. دفاتر آیت الله العظمی سید علی سیستانی و آیت الله العظمی بشیر نجفی از مراجع تقلید نجف اشرف نیز این اقدام را محکوم کردند. لازم به ذکر است که در پی این اقدام که خشم مسلمانان جهان و برخی از مقامهای دولتی را برانگیخته است، وزارت خارجه سوئد با ارسال پیامی برای سفارت عراق در استکهلم از حادثه اخیر در زمینه به آتش کشیدن قرآن کریم عمیقا ابراز تأسف و از مسلمانان بابت این اتفاق عذر خواهی کرد. سید احمد شمس از آنکارا با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب. آقای شمس سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. در خدمت شما هستم جناب عالی. بزرگوارین جناب شمس. آقای شمس، به نظر شما انگیزه ی فردی که قرآن را در سوئد سوزاند چه میتونه باشه و آیا در پشت پرده این اقدام مقاصدی وجود داره؟ بفرمایید. در رابطه با این اتفاق سه تا احتمال رو میشه در نظر گرفت. احتمال اول اون هستش که این شخص از همون زمانی که در عراق حضور داشته تحت تأثیر یک سری از گروه هایی که به دنبال اسلام هراسی و ایجاد نفرت نسبت به اسلام هستن قرار میگیره و تحت تأثیر همون ها از عراق خارج میشه، پناهنده میشه و امروز هم تحت تأثیر همون گروه ها اقدام به این کار مهم میکنه. این فرض اول هستش و احتمال اول. احتمال دوم این هستش که این فرد چون همونطور که در خبر اشاره فرمودید جزو گروه رهبری گروه مسیحی هشت شعبی رو بر عهده داشته، رفتارهای متاسفانه از سوی فرماندهان این گروه دیده، از سوی حاکمان ایران دیده که منجر شده به این که این فرد نسبت به دین اسلام گریزان بشه و نفرت پیدا بکنه و همین ابر سبب شده که امروز این اقدام رو انجام بده. و ما سابقه زیادی داریم که حاکمیت ایران باعث دین گریزی حتی کسانی شده که در گروه های تحت حمایت خودش و مراکز مربوط به خودش حضور داشتن. ما خروجی های از دانشگاه امام صادق داریم که امروز سردسته آتوئیست ها در آمریکا هستند و به اسلام دشنام میدن. کس خروجی های از جامعه المصطفی داریم که بعد از اون که فارغ التحصیل شدن طلاب خارجی شیعه‌ای که به ایران آمدن وقتی به کشور خودشون بازگشتن به جای اینکه به سراغ وعظ و منبر و خطابه برن به دلیل دینگوریزی که پیدا کردن متاسفانه سمت مراکز تأسیس مراکز فحشا رفتن. خروجی های از دانشگاه علوم اسلامی رضوی داریم که امروز در تقابل با شیعه و اسلام هستن. این فرض دوم. فرض سوم هم این هستش که متاسفانه این ممکنه که این قضیه کلن یک سناریو و طراحی از سوی خود حاکمیت ایران باشه و این شخص کل
پناهندگیش و حضورش در غرب یک نقشه طراحی شده دقیق از سوی حاکمان ایران باشه برای اینکه این اتفاق انجام بشه تا دست حاکمان ایران در منازعاتی که با غرب دارن دست بالا باشه و بتونن یک جورایی تقابل ایجاد بکنن بین غرب و کشورهای اسلامی و از این وسط به مقاصد خودشون برسون. هر کدوم از این سه احتمال درست باشه این اقدام محکوم هستش و نباید دستاویزی قرار بگیره برای اینکه مقدسات مسلمان‌ها و کسانی که 2 میلیارد پیرو در جهان دارن مورد اهانت قرار بگیره. این بار این حدک حرمت برخلاف برخی موارد مشابه قبلی عکس العمل‌های فراوانی در دنیا به همراه داشته. دلیل این واکنش‌های متفاوت چیه؟ بفرمایید. بله، خوشبختانه برخلاف برخی از اقدامات مهمی که در گذشته اتفاق می‌افتاد، مثل کشیدن کاریکاتور پیامبر اعظم و بسیاری از اتفاقات مشابه، این بار خوشبختانه چه مقام‌های کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی، به ویژه نهادهای بین المللی، شخصیت‌هایی از سازمان ملل متحد این اقدام رو محکوم کردن و این نشون دهنده این استش که خوشبختانه این مهم داره اتفاق میفته در دنیا که بین اصل آزادی بیان و حقوق بشر و توهین به مقدسات داره تفکیک قائل میشه و این اتفاق بزرگی هست که به نظرم باید به فال نیک گرفت. برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و جلوگیری از جریحه دار شدن احساسات مسلمانان چه راهکاری موثری از نظر شما وجود داره؟ بفرمایید. بله، من به نظرم در این خصوص اندیشمندان مسلمان، متفکران اسلامی، مراکز دینی و علمی مستقل، اساتید دانشگاه و چهره‌های آکادمیک مسلمان وظیفه بسیار جدی بر عهده دارن. حالا اگر دولت‌های اسلامی هم در این زمینه اقداماتی را انجام بدن چه بهتر، ولی نقش این چهره‌های مستقل بسیار مؤثرتر هست که مقالاتی بنویسن، در نشریات معتبر گفتگو بکنن با رسانه‌های آزاد، نشست‌های تخصصی برگزار بکنن، بین ادیان و مذاهب به اصطلاح گفتگوهای مستمری شکل بگیره، کمک گرفتن از بزرگان و عالمان سایر ادیان. و ما باید این حقیقت رو جا بیاندازیم که بین آزادی بیان و حقوق بشر و توهین کردن به مقدس هاست باید تفکیک قائل شد. متاسفانه امروز در دنیای امروز به بهانه آزادی بیان و همچنین پاسداشت حقوق بشر اجازه میدن این اتفاقات بیفته، توهین بشه به مقدسات دینی. ما باید این رو به شکل جدی در این نوشته ها و کنفرانس های علمی به دنیا این رو بباورانیم که بین اونچه که تحت عنوان آزادی بیان و حقوق بشر هست با توهین به مقدسات تفاوت وجود داره. ما 2 میلیارد مسلمان در دنیا داریم که مقدسات براشون اهمیت داره، قرآن براشون اهمیت داره، به بزرگان دینی خودشون احترام میگذارن، حتی بزرگان دینی و مقدساتشون بعضن از پدر و مادر، فرزند و جان خودشون ارزشش بالاتر هستش. اگر به نظر میرسه اگر این واقعیات منتقل بشه به دنیا، دنیا باید متوجه بشه که اگر به مقدسات مسلمان ها اهانت بشود، این خودش نقض حقوق بشر هستش و یکی از موارد جدی هستش که میتوان به عنوان نقض حقوق بشر شمرد. وظیفه نهادهای مستقل مسلمان در این زمینه بسیار مؤثر هستش. تشکر میکنم از شما. سید احمد شمس از آنکارا با ما همراه بودند.